دیدن فیلم گودزیلا ماینس وان متوجه این موضوع شدید که گودزیلایی که اینجا میان بهمون نشون میدن کاملا متفاوت از اون گودزیلایی که شما توی دنیای مانسترورس میشناختید. هم ظاهرش متفاوته، هم کارهایی که میاد انجام میده خیلی با اون یکی گودزیلا فرق داره. نفس اتمی هم که داره میاد میزنه همه چیز رو تخریب میکنه و از بین میبره، به خاطر اینکه نفس اتمی اون مثل یه بمب اتم میادش عمل میکنه. اینجا قراره بریم سراغ یه داستان واتیفی که چی میشد اگه تو این مسیری که گودزیلا ماینس وان اومدش و وارد این شهر شد و شهر رو نابودش کرد، دقیقا توی همین دنیا ما گودزیلای مانسترورس هم داشتیم و چی میشد اگه این دوتا روبروی هم دیگه قرار میگرفتن، اصلا ماینس وان میتونست به گودزیلای لژندری آسیب بزنه یا نه. و در کنارش هم یه سوالی که توی ذهن همتون بود و کلی هم کامنت گذاشته بودید در مورد اتفاقی که انتهای فیلم ماینس وان افتاد، اونجا که دیدیم روی گردن اون همخونه ای نقش اول داستان یه رگ سیاهی هم اومد، حتما با هم دیگه صحبت میکنیم و بهتون میگم که داستان از چه قرار بوده. درود به همگی، من شاهینم، از اینم که روی این ویدیو کلیک کردی ازت ممنونم. اینجا اولش یه نکته بهتون بگم، قرار نیست بریم یه کلکلی بین این گودزیلا داشته باشیم، چون هر کدومشون یه هدفی دارن. فیلمسازایی که پشت هر کدوم از این گودزیلا وایساده دنبال هدف خودش داره میگرده و هر کدومشون نماد یه اتفاق بزرگ داره توی دنیای خودشون نشون میده، پس زیاد کاری به این نداریم که بخوایم با هم دیگه کلکل بکنیم. ولی بیایم به این موضوع نگاه بکنیم که داستان رو به صورت واتیفی نگاه بکنیم. چی میشد اگه این دوتا گودزیلا که داریم میبینیم جفتشون توی دنیا بودن و این گودزیلا ماینس وانی که داریم میبینیم توی مسیر خودش میادش و وارد اون شهر میشه و شروع میکنه به تخریب و از بین بردن هر چیزی که تو اون شهر وجود داره و بعدش هم میاد از اون نفس اتمی خودش استفاده میکنه که یه انفجار هسته‌ای بزرگ درست میکنه. با ورود ماینس وان به اون شهر داره سعی میکنه تا قلمرو خودش رو علامت گذاری بکنه و بزرگتر بکنه هر چیزی که اون اطراف هست رو برای خودش بگیره. یه نکته که در مورد این گودزیلا وجود داره اینه که ظاهری که داره دارید میبینید یه ظاهر خیلی زشتره نسبت به اون گودزیلا که توی دنیای مانستر برسه. علتش هم کاملا مشخصه، به خاطر اینکه تیم سازنده اومده و این گودزیلا رو نماد هر چیز بدی که توی دنیا داره به ما نشون میده و در کنارش هم میدونیم که خب نماد اون بمبای اتمی هم هست، اون اتفاقات بدی که توی دوران جنگ و بعد از جنگ برای ژاپن پیش اومد تا بتونن روی پای خودشون وایسن. به خاطر از نظر ظاهری که داریم میبینیم ظاهرش اونطوری جذاب نیست که شما رو جذب خودش بکنه، به خاطر همینه که خیلی زشتر و پلیدتر اومدن درستش کردن. وقتی که اون میادش از اون انفجار اتمی خودش استفاده میکنه، نفس اتمیشو میزنه، انفجاری که پیش میادش شبیه به انفجار بمب اتم، اگه نگاه بکنی شکلش همونطوریه، همون ابرای بزرگ قارچ مانند میبینیم که میادش اونجا تشکیل میشه و این مسیری که داره ادامه پیدا میکنه کاملا شبیه به اتفاقاتیه که با انفجارهای اتمی داریم. یعنی چی؟ یعنی بعد از اون شروع میشه که ذرات رادیواکتیو میان و با سرعت توی محیطی که انفجار انجام شده پخش میشن و اینطوریه که باعث میشه که کل اون محیط دیگه ناکارآمد بشه و همه چیز رو از بین ببره. در کنارش وقتی که همچین اتفاقی بیفته یه بارون غیرمانندی هم شروع میکنه به اومدن و این بارونی که داره میادش باعث ایجاد مسمومیت‌های رادیواکتیوی میشه. تو این شرایط اتفاقی که اینجا داره پیش میادش اینطوریه که محیط نه دیگه برای زندگی کردن مناسبه، نه آب و غذایی که اونجاست دیگه سالمه، همه چی دیگه رفته به سمت اون مسمومیت رادیواکتیوی و اینطوریه که اون قطره‌ای که میادش روی بدن مردم میریزه یا اون تشعشعاتی که دور و بر بدن مردم میچرخه باعث ایجاد بیماری میشه. حالا این بیماری میتونه تبدیل به سرطان بشه یا میتونه بیادش جهش های ژنتیکی رو توی بدنشون درست بکنه. حالا با این نکته که بهتون گفتم توی اتفاقاتی که انتهای مسیر ماینس واندا شما دیدید که گردن اون زنی که بهمون نشون دادن شروع کرد و اون بافت سیارنگ شروع به حرکت میکنه و بالا میره. این داره کاملا اشاره میکنه به همون درگیری و مسمومیت های رادیواکتیوی که وجود داره، یعنی اینکه بدن اونم به خاطر اینکه توی اون محیط بوده درگیر اون تشعشعات شده و داره بهمون نشون میده با اینکه انفجار اتمی تموم شده، با اینکه اون تونسته زنده بمونه، ولی از اون تشعشعات و مسمومیت رادیواکتیوی نتونسته فرار بکنه و داره قشنگ کاملا این موضوع رو بهمون نشون میده. حالا نمیدونم در کنارش هدف اینو داره که بعداً بیادش اگه شماره جدیدی ساخت نشون بده اون مردمی که درگیر رادیواکتیو و مسمومیت بعدش شدن قراره که مثلا یه جهش ژنتیکی عجیب غریب داشته باشن، تبدیل به یه موجود دیگه ای بشن یا نه رو نمیدونیم. ولی خب این موضوعی که انتهای مسیر داره بهمون نشون میده یکی از هدفش اینه که بگه بعد از اینم که تمام این اتفاقات افتاد و تموم شد، ولی تا چندین سال بعدش اون
تشعشعات رادیواکتیوی توی محیط بود و حتی نسله بعدشون هم که اونجا داشتن زندگی میکردن و به دنیا اومدن، هر اتفاقی که براشون افتاد این جایشه رو همراه خودشون داشتن. حالا اینا رو برای چی بهتون گفتم؟ وقتی که میادش رو ماینس کنن، نفس اتمیش استفاده میکنه، اون انفجار رادیواکتیوی بزرگ اونجا درستش میکنه. اینجا جاییه که وقتی توی دنیا با گودزیلا مانستر ورس زندگی بکنن، اون متوجه این میشه که داره یه انفجار اتمی بزرگ پیش میادش و کلی هم امواج رادیواکتیو اونجا وجود داره. به خاطر همین کشیده میشه سمت این منطقه. وقتی که میادش وارد این منطقه میشه، نگاه میکنه میبینه همه چی تخریب شده، همه چی از بین رفته و خب مطمئنا دنبال مقصر اصلیش میگرده که میدونیم همین دوست عزیزمونه که نفس اتمیش اومده و استفاده کرده. فرق گودزیلایی که توی دنیای مانستر ورس با این گودزیلا ماینس وان دقیقاً همینجاست. اون گودزیلایی که ما داریم میبینیم هدفش اینه که بیادش از بشریت و محیط زیست حمایت بکنه و نذاره محیط از بین بره و تخریب بشه. به خاطر همین هستش که توی تمام روند اتفاقاتی که مسیر داستانی مانستر ورس داشته دیدید، وقتی که موتو اومدن داشتن محیط از بین می‌بردن، گودزیلا اومد باهاشون درگیر شد. بعدش حتی رفت سراغ موتو پرایم و داخل موتو پرایم هم اورد. از اونجا به بعد وقتی که وارد اتفاقاتی میشیم که با کینگ دورا و اومده و بقیه تایتانا رو صدا میزنه و بیدارشون میکنه، چون داره دو مرتبه محیط زندگی گودزیلا از بین میره و طبیعت داره نابود میشه، دوباره میاد شروع میکنه به مبارزه کردن و باز دو مرتبه جلوی یه تهدید بزرگو میگیره تا نذره این محیط از بین بره. کلا هدف اصلی که داره حفاظت کردنه. توی فیلم گودزیلا ایکس کونگ هم کاملا به این موضوع میادشو اشاره میکنه. ولی خب هرچند که هدفش خوبه، میخواد بیاد کمک بکنه، ولی چون خیلی گنده است و بزرگه و با تایتانای مختلف هم درگیر میشه معمولا، اتفاقی که پیش میادش اینه که کلی تخریب اضافه هم درست میکنن، همه چیز هم نابود میکنن، ولی خب هدفش اینه که بیاد یه کار خوبو انجام بده. اندازش دیگه مقداری بیش از اندازه بزرگه. حالا وقتی هم که متوجه همچین انفجاری میشه، از روی آب که میادش بیرون وارد این شهر که میشه، نگاه میکنه میبینه که تمام شهر نابود شده، ساختمان‌ها از بین رفته، مردم همه کشته شدن، تشعشعات رادیواکتیوی خیلی زیادی اونجاست. مطمئنا دنبال مقصرش میگرده. وقتی که مقصر رو نگاه کنه متوجه میشه که کار یکی از هم‌نوعای خودشه، یعنی گودزیلا ماینس وان رو اونجا میبینتش. وقتی که اونو داره نگاه میکنه، اون خیلی ازش کوچیک‌تره. چرا میگم کوچیک‌تره؟ به خاطر اینکه گودزیلایی که داریم میبینیم، یعنی گودزیلا ماینس وان، کلن 50 متره، ولی گودزیلا لژندری که دارید اینجا می‌بینید 120 متره و اینطوریه که کلی از اون هم بزرگتره از نظر قدی، هم پنتره و داره نشون میده که اصلا روبرو شدن این دوتا با هم دیگه معلومه که برندش کیه. روبرو شدن این دوتا میاد به ما یه چند تا نکته رو نشون میده. اولین نکته اینه که مطمئنم به خاطر اینکه گودزیلا مانستر ورس آلفا هم هست، سعی میکنه که این گودزیلا ماینس وان رو یه طوری تسلیمش بکنه، بهش بگه بکشه کنار. تو این مسیری که با هم دیگه دارن، اگه اون قبول بکنه که خب هیچی، بیخیالش میشه، میذاره بره دنبال کار خودش و خودش هم میره دنبال زندگی خودش. ولی اگه قبول نکنه، اینجاست که با هم دیگه درگیر میشن. کلا با هم دیگه قرار نیست دوست بشن، به خاطر اینکه ماینس وان اومده زاده شهر رو نابود کرده، الکی هم نابود کرده، یعنی خبری از تایتان دیگه ای نبوده که بخواد باهاش درگیر بشه. پس بدون شک هیچ رفاقتی بین این دو نفر اینجا دیگه وجود نداره. قرار نیست با هم دیگه دوست بشن، فقط بحث اینه که اون میتونه تسلیم بشه یا میخواد مبارزه بکنه و یه نفر این وسط کشته میشه. یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم اینه که گودزیلایی که داریم میبینیم، به خاطر اینکه آلفا و داره یه گونه ای از خودش میبینه که میتونه مثل خودش شروع به رشد بکنه، چون داریم میبینیم که سن کمتری داره، احتمالاً توی روند ماجرا اینو به عنوان یه تهدید هم حتما بهش نگاه میکنه که ممکنه که در آینده اون رشد بکنه، اندازه همین گودزیلا بشه، قدرت‌های بیشتری رو پیدا بکنه و بعداً بخواد آلفا بودنه رو هم ازش بگیره. بخاطر همین گوشه ذهنش به این موضوع یه نگاهی هم حتما داره. حالا از نظر فیزیکی اگه بخوایم این دوتا رو نگاه بکنیم، دارید متوجه میشید اون گودزیلا مانستر ورسی که ما داریم میبینیم، به خاطر اندازه بزرگی که داره، اگه بیاد با یه ضربه دومش به ماینس وان ضربه بزنه، شوت میشه میره آسمون و اینطوریه که اصلا نظر بدنی که نمیتونه جلوش وایسه، چون هر ضربه‌ای که بهش بزنه داخل ماینس وان رو میاره. ولی یه نکته این وسطه و اونم اینه که ماینس وان میتونه بیاد از نفس اتمی خودش استفاده بکنه که میتونه تخریب خیلی زیادی هم درست بکنه. مطمئنا اگه بیاد همچین کاری انجام بده و سمت گودزیلا شلیک بکنه، داره به گودزیلا در اصل یه غذای خیلی خوشمزه میده، چون گودزیلایی که شما میشناسید همیشه میاد از مواد رادیواکتیوی تغذیه میکنه و هر بارم که سمت اونو میره قدرتش بیشتر میشه، بزرگتر میشه و یه ارتقایی هم پیدا میکنه. پس اگه بیاد سمتش از اون نفس اتمی استفاده بکنه، در اصل داره بهش یه مقداری غذا میده تا رشد بیشتری رو پیدا بکنه، به نفع گودزیلا
دنیای مانستر ورس میشه. و اینطوری هم بهتون بگم که حالا شاید اون نفس اتمی که میاد استفاده میکنه در برابرش یه مقداری شاید زخمیش بکنه یا یه اثری روش داشته باشه، ولی اونطوری نیستش که بخواد پا بندازتش. و مطمئنا وقتی هم که یه همچین کاری بیاد ماینس وان انجام بده، اون گودزیلا بلند میشه و این بار نوبت اونه که داخلش رو بیاره، چون شلی کردن سمت اون یعنی که من تسلیم نمیشم و اینجا مطمئنا شروع میکنه میره سراغش تا داخلش رو بیاره. وقتی که میره سمتش، گودزیلا ماینس وان دوتا راه بیشتر نداره، یا تسلیم بشه یا جنگ و ادامه بده و بمیره، چون تو این مسیر حرکتی که دارن اگه تسلیم بشه که بیخیالش میشه، برم داره با خودش میبرتش حالا توی هالوورسی جای اونجا ولش میکنه که هیچ کار نشده باشه. ولی اگه تسلیم نشه و بخواد ادامه پیدا بکنه این مبارزه، یه نفس اتمی که گودزیلا مانستر ورس داره بیاد ازش استفاده بکنه، میزنه اونو قشنگ در و داغونش میکنه. از اونجایی هم که میدونیم ماینس وان قابلیت ترمیمو داره، میتونه سریع بهتر بشه و دوباره برگرده به شکل اصلی خودش، با دو تا نفس اتمی دیگه گودزیلا میتونه اونو کاملا از بین ببره و نیست و نابودش بکنه. حالا درسته نفس اتمی که گودزیلای دنیای مانستر ورس داره شبیه به یه انفجار اتمی بزرگ نیست، ولی انقدر حرارت زیادی داره که میتونه خیلی راحت داخل اونو بیاره و نابودش کنه. حالا این میشه مسیری که اون قبول نکنه ماینس وان رو بیاد مبارزه بکنه. حالا میگیم یه نگاه دیگه هم میندازیم، اگه ماینس وان حتی بعد از حمله ای که انجام میده بیادش تسلیم بشه، شاید گودزیلا بی خیالش نشه، یعنی بخواد اونو دخلشو بیاره، چون همونطوری که بهتون گفتم ممکنه که به عنوان یه تهدید بهش نگاه بکنه، گونه خودش بعدن میتونه بزرگ بشه، روش بکنه، بعدن نفس اتمی قدرتمندتری پیدا میکنه، شبیه به خودش میشه، میتونه قدرت‌های بیشتری هم به دست بیاره. اگه یه نگاه تهدیدآمیز اینطوری هم توی ذهنش داشته باشه، مجبوره که اونجا بیادشو کلاً نیست و نابودش بکنه، به خاطر اینکه دلش نمیخواد بعدن در آینده یه نفر پیدا بشه که میتونه بیا قدرت آلفا بودنه رو ازش بگیره. و اینم یه مقایسه بود توی دنیای واتیفی، حالا به دور از تعصبی نسبت به روی هیچ کدوم از این گودزیلا، چون داریم میدونیم که هر کدومشون یه هدفی دارن، کارگردانی که میاد اون فیلم رو میسازه یه هدفی پشتش داشته، و ماینس وان واقعا با اون بودجه که داشت و هزینه که اومدن انجام دادن یه فیلم خیلی خوبی بود که دوست داشتنی هم از ارزش دیدن و داره. گودزیلا دنیای مانستر ورس هم که اصلا دیگه دنیای خودشو داره دیگه، اون گودزیلا لژندریه، همه باهاش بزرگ شدن، فیلم های مختلف ازش دیدن و خب دلشون میخواد همچنان اونو دنبال بکنن و هر کاری هم که بکنه همه طرفدارش وای میستن، دلشون میخواد همچنان سری The Monster Verse ادامه پیدا بکنه. اتفاقی برای این گودزیلا پیش نیادش. اینطوری بودش که مقایسه کنار هم دیگه داشتیم، اگه جفتشون توی دنیا زندگی میکردن چه اتفاقی پیش میومد، با اون تفکراتی که پشت ساخت هر کدومشون هستش در آخر به یه همچین مسیری میرسیم اگه قرار بود اینا توی دنیا زندگی میکردن. حتی ممکن بود وسط این درگیری کنگ هم بیادش و یه دخالتی همونم انجام بده. اینطوریه که داریم یه نگاهی میندازیم به این دوتا کاراکتری که ساخته شدن و جفتشون هم دوست داشتنی هم. یکیشون از نظر پلیدی و وحشی بودنش و نمادگرایی های مختلفی که داره، یکی دیگه هم به خاطر محافظ بشر بودنش و اون حرکت های عجیب غریب که میاد انجام میده و سر میندازه پایین میره و ارتقایی که پیدا میکنه، مطمئنن محبوبیت خودشونو تونستن تو دل مخاطبا پیدا بکنن و جفتشون گودزیلای خیلی خوبی هستن. و خب اینم تمام نکاتی بودش که میتونستیم در مورد دوتا گودزیلا بهتون بگم. امیدوارم دیدن این ویدیو هم لذت برده باشی. اگه نظر تئوری هم داری میتونی داخل کامنت ها حتما برام بنویسیم. امیدوارم جواب سوالاتون هم اینجا گرفته باشی در مورد فیلم ماینس وان و چهره گودزیلا و اون اتفاقی که انتهای مسیر اون فیلم پیش اومدش. این ویدیو رو هم براتون سرم اینجا که بررسی پوستر سوپرمن در موردش با هم دیگه صحبت کردیم و نکته های داخلش هم بهت گفتم. و خب دیگه حرفی هم نیمونه تا ویدیو بعد. فعلا.